درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز طرفداران برنامه های تصویر پارسه امیدوارم حالتون خوب باشه سر حال باشید و برنامه دیگری رو براتون در نظر گرفتیم خدمتتون میگیم مرگ یک زن اهوازی در مرز ترکیه به دلیل یخزدگی این خبری است که در رسانه ها اعلام شده اما وضعیت و ماجرای دیگری داره زن اهوازی که در مرز ترکیه به دلیل یخزدگی پیدا شده جسدش پیدا شده ماجراش از این قراره غروب روز 26 دیماه دیماه 1400 منابع حقوق بشری از مرگ زن جوان 28 ساله خبر دادند که همراه با برادر شوهرش که قصد خروج غیرقانونی از مرز ایران به ترکیه رو داشت بر اثر سرما و بوران و برف یخ زده و فوت کردند هر دو نفر هویت زن جوان زهرا مقینمی و همراهش که برادر همسرش بوده نادر بهی که هر دو از شهروندان احوازی بودند که عرب زبان هم بودند و در رسانه های اجتماعی اعلام شده که پیکر این دو نفر در مسیر سعب العبوری در مرز ایران و ترکیه میان انبوهی از برف و یخ پیدا شده این مسافر هم پیدا کردیم زن و شوهر هستند در نقطه صفر مرز ایران و شدید باد و باران و برف مردن ما روستای بلجوک کمک کردیم پیدا کردیم هیچ کسی به ما کمک نکردن به خیرات از رستای بلجوک زنش پایین بود اینم مردش از بالا پیدا کردیم داریم بهش میرسیم آی دلال های محترم این کار را نکنن به خاطر پول نگاه کنین که بلای سرش آوردن اونا قبل از ورود به ترکیه با شلیک هوایی معموران مرزی ترکیه ناچار میشن به عقب برگردن یعنی نزدیک مرز که وارد ترکیه میخواستن بشن معموران تیراندازی کردن و اینا برگشتن و بعد به خاطر اینکه آشنا نبودن به اون محل و اون محیط بین یخ و برف گم شدن و جان باختند و اونهایی که قرار بود اینها رو از مرز خارج کنن اون قاچاقچی ها هم چون تیراندازی شده بود سرما بوده اونها گم شدن یعنی فرار کردن در اصل و این دو نفر رو جا گذاشتن افراد دیگری هم با اینها بودن دو نفر فقط نبودن ولی خب اونها احتمالا تونستن فرار کنن این دو نفر در برف و بوران گیر افتادن و بعد جسدشون پیدا شده منابع آگاهی که در این باره زهرا مقینمی و اون برادر شوهرش چرا میخواستن فرار کنن؟ زهرا مقینمی هنگام خروج از ایران ویزای قانونی کشور هلند رو در دست داشته ولی وقتی که قانونی میخواسته از فرودگاه خمینی بره به طرف هلند نهادهای اطلاعاتی اونو گفتن ممنوع خروج هستی و به گفته نزدیکان این زن جوان او هرگه سابقه فعالیت سیاسی هم نداشته و قبل از اعلام ممنوع خروجی نیز از سوی سفارت هلند برای او ویزا صادر کرده بودند و میخواست به همسرش در هلند بپیونده و زهرا یک زن معمولی بوده سابقه فعالیت سیاسی هم میگن نداشته و قصد داشته که شوهرشو که در هلند بوده برای اون بپیونده اما بعد از اعلام ممنول خروجی به تصمیم میگیره که به همراه برادر شوهرش به خروج غیرقانونی از ایران تن در بده و میگویند تنها جرم زهرا داشتن نسبت فامیلی با یک فعال سیاسی در خارج از کشور بوده نهادهای امنیتی با گروگانگیری نزدیکان فعالان سیاسی در خارج تلاش میکنند که اونها رو وادار بکنه افرادی که فعالیت میکنند حالا پدر برادر شوهر خواهر فرقی نمیکنه اون افراد رو وادار کنند که دست از فعالیت در کشور خارجی بردارند و زهرا هم قربانی این گروگانگیری هایی شده که جمهوری اسلامی تازیگی ها بیشتر از قبل در دستور کار خودش گذاشته و این زن تنها نیست که بدون اینکه به صورت مستقیم مرتکب جرمی شده باشه تنها به دلیل داشتن یک نسبت فامیلی با یک فعال سیاسی مجازات میشه و مرگ بسیار بدی رو این زن بیچاره و نگونبخت تجربه کرده و جانش رو از دست داده این هم تنها زنی نیست که جمهوری اسلامی باش برخورد کرده و نزاشته به شوهرش ملحق بشه کسان دیگری هم هست معمولا زنانی که در احواز هستن مردانی که در احواز و آبادان و جنوب کشور هستند مناطقی که تقریبا عرب زبان هستند ایرانی های عرب زبان در خوزستان زندگی می کنند با مشکلات زیادی روبرو هستند و همیشه جمهوری اسلامی با اونها برخورده خوبی نداشته حتی سال 98 آبان سال 98 زن احوازی به نام مکیه نیسی چون عرب زبان بوده اون با سه فرزندش در بازداشت بود و به این دلیل بازداشت شده بود که وزارت اطلاعات همسر اونو به همکاری با داعش متهم کرده و قصد بازداشت اونو داشته که به اون شخصی که فعالیت سیاسی میکرده حتی همه خانواده های این مکیه رو بازداشت کرده بودند و اونها گفته شد بود تنها در صورتی آزاد میشن که همسرش خودش رو معرفی کنه در حالی که مکیه و خانواده همسرش بارها اعلام کرده بودند همسر رو او از سال 97 مفقود شده و هیچ اطلاعی از او در دست ندارند با این همه اونها رو گروگان گرفته بودند در زندان نگه داشته بودند که باید اون شخص خودش رو معرفی کنه حالا جالب این هستش که داعش خود همین ها هستند یعنی خود جمهوری اسلامی داعش اصلیه بعد کسان دیگری که فعالیت میکنند اونها رو نسبت میده به گروه های سیاسی یکیش هم داعش هست به هر حال این ماجراها همش حق بازی و ظلمی است که این نظام برای موندنش میکنه برای موندن در حکومت و ما باید مصممتر از گذشته و فعالتر از گذشته با سیاست و کیاست اینها رو سرنگور کنیم با سپاس از شما از اینکه برنامه رو دیدید تا برنامه دیگر بدرود